روسیه روند خروج نیروهاش از سوریه رو برای کمک به تقویت نیروهای دیگرش در اوکراین شروع کرده و قراره که پایگاه‌های هوایی روسیه بعد از تخلیه به سپاه پاسداران و حزب الله لبنان واگذار بشن. این مسئله میتونه برای اسرائیل که به دنبال جلوگیری از استقرار بیشتر ایران در سوریه است دردسرساز بشه. فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی از مؤسسه واشنگتن با ما همراه میشه. آقای ندیمی، چطور فضا رو تغییر میده این واگذاری پایگاه‌های روسیه به حزب الله و ایران؟ البته این فضا از سال گذشته شروع به تغییر کرده بود. از فوریه 2021 به طور دقیق عرض کنم خدمتتون که روسیه خروج خودش از بسیاری از پایگاهاش در مرکز، جنوب و شرق سوریه شروع کرده بود و از در استان در تدبر در اطراف دمشق به طور خاص و همینطور در منطقه حلب از چندین پایگاه خارج شده بود، داده بود دست حزب الله و نیروهای ایرانی و ایرانی ها هم خب سپاه پاسداران از این فرصت استفاده کرده بود و سعی کرد که به ویژه در منطقه شرق حلب در استان هومس چندین فرودگاه و پایگاه هوایی رو تأسیسات نظامی خودش اونجا تأسیس بکنه، باندای این فرودگاه ها رو تعمیر بکنه تا برای استفاده هواپیمای بدون سرنشینش آماده بشن. و خیلی جالبه که این تغییرات تحت پوشش حمایتی سیستم های پدافند هوایی سوریه انجام میگرفت که خدمه روسی و سوری داشتن. دژبان های روسی هم از این محیط ها دقیقاً مراقبت می‌کردن، یعنی تحت نظارت روس‌ها این تغییرات انجام گرفته بود و روسیه در چند پایگاه هوایی مستقر شد، مثل پایگاه تیاس، پایگاه شیرات و مهین، و اینا رو هم داره کم کم دست حزب الله و دست نیروهای ایرانی میده. یک میدان نفتی در استان هومس به حزب الله لبنان سپرده شده. به نظر میرسه که روسیه داره کم کم نیروهای خودش رو کامل خارج میکنه. حالا مشخص نیست این نیروها چه حدیشون به طور کامل منتقل شدن به روسیه یا مستقیم به سمت اوکراین، آیا این یک تصمیم تاکتیکی و موقتی هست یا اینکه یک تصمیم بلند مدت است. ولی به هر حال هر چی باشه ایران از این فرصت استقبال خواهد کرد. سفر آقای بشار اسد به ایران هم شاید در همین راستا باشه که درخواست بکنه که از ایران که با قدرت جای خالی روسیه رو بگیره. به نظر میرسه که روسیه هم با توجه به شرایطش و جنگ طولانی مدتی که در اوکراین پیش بینی میکنه داشته باشه، مشکل خاصی با این نداشته باشه با این موضوع و حتی حمایت هم ازش بکنه. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور امنیتی و دفاعی، سپاسگزارم از شما.